محمد، آقای خامنه ای در خلوت و تنهایی و البته جلوی دوربین عزاداری میکنه. این اتفاق بی سابقه رو برامون بگو که چه واکنش هایی رو در رسانه‌های اجتماعی داشته. بله، اولین شب عزاداری امام حسین در حسینیه امام خمینی خلوت و خالی برگزار شد. آقای خامنه ای تکیه بر ستونی داده بود و کریم منصوری برای حضرتش قرآن خوند، بعد امام جمعه تهران آقای صدیقی آمد خطبه ای خواند و دست آخرم مداحی روزه. جالب اینجاست که این عکس ها وقتی منتشر شد قدری مضحک آفرین هم بود، اینکه سعی کرده بودند این خطبا و همین مداحی که آورده بودند انگار برای جمعی میخواندند، اما یک نفر بیشتر حضور نداشت. در میان کاربران اجتماعی، اونهایی که مخالف آقای خامنه ای هستند، آمدند و نوشتند که این عکس یک نمادی هست از اینکه بعد از 30 سال رهبری آقای خامنه ای او بسیار تنهاست، دیگر نه از کارگزاران نظام کسی مانده است نه از مردم و در یک تنهایی سیر میکنه و علی مانده و حوزش. عده دیگر این عکس ها رو گرفتن به این نشانه که یک ریاکاری بارز هست. اگر شما میخواستید یک نفره روزه بخوانید، در همون منزلتان مینشستید، اون اتفاق میافتاد، دیگه این همه امکانات رو مصرف نمی کردید، حسینیه به این فراخی رو خرج یک نفر نمی کردید. و دیگر اینکه چرا حالا که تنهایی عزاداری می کنید دوربین ها بر شما متمرکز هستن؟ از اون طرف چرا این توصیه خلوت و خالی بودن هیئت ها رو به دیگران نکردید، فقط خودتون در امان ماندید از کرونا و به مردم دیگر توصیه کردید که برن هیئت ها رو پر بکنند و مداحان هم از جان اونها مایه گذاشتند و مردم رو به هیئت ها کشیدند؟ این حرفایی است که در شبکه‌های اجتماعی گفته میشه. از اون طرف هواداران آقای خامنه‌ای هم واکنششون دادن، این عکس رو جور دیگری برداشت کردن، اتفاقا اونها هم به تنهایی رسیدن. یکی نوشته بود که این عکس نشان دهنده اون تصویری است که قاسم سلیمانی در وصیت‌نامه‌اش کرده بود و گفته بود من خامنه‌ای رو تنها می‌بینم میان کارگزاران نظام. کس دیگری پا رو فراتر گذاشته و گفته که غیبت کبرای امام زمان به جایی رسیده که دیگه حتی نایبش رو هم نمیشه دیدار کرد و از این قبیل حرفا. حالا اگر برای آقای خامنه‌ای این مراسم ثوابی نداشته، تنها دستاوردش این بوده است که از کرونا کاملا مسئول بود. محمد، چرا رهبر جمهوری اسلامی حتی جمع محدودی رو هم برای عزاداری به حسینی راه نداده؟ از اون طرف در این شرایط کرونایی همونجوری که حالا برای تو هم بهش اشاره کردی توصیه به سوگواری همگانی کرده. خب اون بیانیه‌ای که بیت رهبری داد، ما اول فکر می‌کردیم که مراسم عمومی برگزار نمیشه، ولی خب سران لشکری و کشوری رو می‌آورند، یه جمع محدودی به هر حال عزاداری انجام میشه. اما این گونه هم نشد، عزاداری در واقع کاملا خصوصی و انفرادی انجام شد. آقای خامنه‌ای گویا چندان به این حرفایی که هیئت‌ها مسئول از کرونا هستند و معجزه می‌کنند و اینها باوری نداره و در اون فضای مشجر بیرون از بیت هم انجام ندادن این عزاداری رو و سعی کردن آقای خامنه ای رو کاملا ایزوله نگه دارن. این چند چیز نشون میده. اول اینی که ما بین جانها در جمهوری اسلامی یک تبعیض بزرگ داریم. جان رهبری انگار که در اولویت هست و حفظش اوجب واجبات هست، اما مردم نه، مردم میتوانن کشته بشن، میتوانن به هیئت ها برن و کرونا بگیرن و اونها مهم نیست. اصل مطلب این هستش که اون شعائر و اون تبلیغاتی که نظام میخواد انجام بشه اما به رهبری آسیبی نرسه. نکته بعدی بحران جانشینی است که ما داریم میبینیم. در واقع ببینید، آقای خامنه‌ای رو این طور محافظت میکنن، دلیل عمدش این هستش که برای اون جانشینی متصبر نیست و کسی رو ندارن که تمامی جناح‌ها بر او اشتراک داشته باشن. برای همین اگر خامنه‌ای بمیره، خب این صدمه بسیار عظیمی به جمهوری اسلامی میزنه و شاید او رو متزلزل بکنه. برای همین سعی میکنن که برای این رژیم استبدادی و این استبداد دینی این قلب تپنده رو حفظ بکنن. از طرف دیگه یک نشانه ای هم هست برای اینکه آقای خامنه‌ای وضعیت جسمی مناسبی نداره و احتمالاً بیماری های زمینه ایش زیاد هست و در واقع با کرونا گرفتن میتواند در بستر مرگ بیفته. سپاسگزارم همکارم محمد رهبر از لندن.